درود و 200 بدرود به شما رفقای خوب کانال، در خدمت شما هستیم با یک بسته تحلیلی. در ابتدا میخوایم همراه بشیم با آقای واحدی با برنامه‌ای با عنوان دلایل حکومت از انتخاب داریوش مهرجویی برای آغاز قتل‌های حکومتی خودش. و در بخش بعدی هم میخوایم بپردازیم به رجزخونی فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران برای اسرائیل. پس تا پایان با ما همراه باشین. در بخش اول این برنامه آقای واحدی طبق روال برنامه هاشون به چند تا خبر کوتاه از داخل ایران اشاره میکنن و یه سری توضیحاتی رو پیرامون اونا میدن. ایشون در ادامه به موضوع اصلی برنامه میپردازه و اونم این هستش که چرا حکومت اومده داریوش مهرجویی رو برای ایجاد رعب و وحشت در دل منتقدان و جامعه انتخاب کرده. آقای واحدی طبق روال برنامه‌هاش روشنگرانه صحبت می‌کنه و با این سوال شروع می‌کنه و میگه که حکومت بیشتر دنبال این هست که خب ایدئولوژی که داره تمام اقشار جامعه اون رو تایید می‌کنن رو و هر کسی ببینه که حتی کوچکترین زاویه‌ای با ایدئولوژی اونا داره از سر راه خودش برمی‌داره، حالا چه برسه به اینکه کسی مخالف 100% ایدئولوژیشون هم باشه. ایشون تو این ویدیو با نگاهی موشکافانه به نکات مهم و دلایل این جنایت تلخ اشاره میکنه و زوایای تاریک این پرونده رو برای شما بیننده ها روشن میکنه. توصیه میکنم حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید. داشتم خبر داخلی میدیدم که دولت یه آماری داده که نرخ بیکاری با 1% کاهش به 7.9% رسیده. یاده آمار سال گذشته رئیسی افتادم که میخواست آمار بده و 9.9% خلاصه. البته ظاهرن همون الگو از دوره احمد نژاد گرفتن. در دوره احمد نژاد روال اشتغال و در واقع تعریف اشتغال رو تغییر داده بودن. هر کس 1 ساعت در هفته کار میکرد رو شاغل حساب میکردن. الان نمیدونم چجوری حساب کردن. احتمالاً فعالان در فضای مجازی رو هم شماردن حساب که اندازه افراد مشغول، چون خیلی از افرادی که انگیزه نداشتن در دوره قبل فضای مجازی وارد شدن برای دیدن افتضاحات و خبرگیری از گندکاری های دولت که در حکومت آقای رئیسی دست دوستان و جایی منعکس نمیشه، ناچارن برن در فضای مجازی. خب در دو هفته اخیر دو ماجرا داشتیم که واکنش‌ها کاملا در برابرش دو قطبی بود. یکی بحث اعطای جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی و یکی هم قتل فجیع و بسیار ناجوانمردانه داریوش مهرجویی و همسرش خانم وحیده محمدی فر. قتل ناجوانمردانه است ولی دیگه خیلی ناجوانمردانه. من تصاویری که دیدم، اولا فرضیه سرقت رو همونطور که من روز اول گفتم رد میکنه. کسی که میخواد سرقت کنه اینقدر فرصت نداره که سر فرصت دست و پا رو با جوراب ببنده، به یه جا دست و پا رو بشکنه، این همه چاقو بزنه. این مشخص کسی که اولا خیالش راحت بوده که گیر نمیفته و اگه گیرم و ثانیا گیرم بیفته تحت حمایت عناصر اطلاعاتی امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هست. برای خیلی فجیع بود. ولی حالا در مورد این دو حادثه ما کاملا فضای دو قطبی در کشور دیدیم و یکی از باگ‌های ما ملت دوباره عیان شد. من دیدم مثلا در مورد خانم نرگس محمدی دو مادن به صرف این که ایشون با شاهزاده رضا پهلوی موافق نیست مثلا، یا ایشون طرفدار جمهوری هست به عنوان حکومت آینده در ایران، گفتن اصلا بی خود بهش جایزه دادن. دقیقاً یک سری هم برعکس، ایشون چون جمهوری خواه هست حقش بود که جایزه رو بگیره، در حالی که به نظر من جمهوری خواه بودن یا پادشاهی خواه بودن هیچ ارتباطی به جایزه صلح نوبل نداره. ببینید جایزه که یا جایزه نوبل صلح، این جایزه برای فعالیت‌های گذشته به افراد داده میشه، نه برای امیدهای آینده‌شون. این جهت اطلاعتون. و خب این فرصتی بود که میشد ازش استفاده کرد، البته زمانش خیلی کوتاه شد به خاطر مسئله غزه و بعدم حالا در بعد داخلی هم مسئله آقای مهرجویی به محاق رفت. ولی به هر حال تو همون ساعت کوتاه هم نتونستیم ازش استفاده کنیم و بیش از این که از فرصتش استفاده کنیم برای اینکه همون چیزهایی که در مراسم اعطای جایزه توسط
اون مسئول مربوطه اعلام شد رو بزرگ کنیم، بزرگ نمایی کنیم و منعکس کنیم، پریدیم به هم دیگه. من که گفتم، من قبلا گفتم من معتقدم که به شخص آرزو میکردم جایزه رو به خانم فاطمه سپهری بدن، چون اولا اقشار بیشتر از جامعه رو میتونست جلب کنه و بعدم مبارزه‌ای که داره میکنه مبارزه بسیار ارزشمندی، حتی بسیار از افراد در داخل حکومت میتونه باعث ریزش بکنه. ولی به هر حال خانم محمدی هم در حد خودشون زرج کشن، زحمت کشن و اینکه حالا خودشون بعضی مواضع دارن که ما ممکن نپسندیم، یا مواضع همسرشون به خصوص الان دیدم در حالی که هنوز هیچ نشانه قطعی از دخالت اسرائیل در بمباران بیمارستان غزه نداره. ببین من تو پرانتز بگم، من نمیگم اسرائیل کار انجام داره نه، ولی هنوز اثبات نشده، ایشون پرونده رو بسته آقای تقی رحمانی و اسرائیل رو به عنوان مسئول این جنایت معرفی کرده. خب این مواضع ایشون و بعضی مواضع خانم محمدی بعضیا رو یه مقدار عصبانی کرده ازشون. خب مسئله خانم محمدی رو که عرض کردم، مسئله دوم مسئله داروش مهرجویی. در اینجا ما دو قطبی رو دیدیم. ببین دوستان، اتفاقی که افتاده که نمیشه تکذیب کرد اینه که یک نفر هنرمندی که در حوادث پارسال یک همراهی هایی هم با مردم داشته، از جمله پیام تبریکی که برای علی کریمی، علی دایی و خانم الناز رکابی فرستاد، یا کلیپ هایی که الان داره میاد بیرون در مورد صحبت هایی که ظاهرا صحبت های خودمونی و عاشقانه با همسرشه، ولی عملا مخالفت جدی با سیاست های تحمیلی جمهوری اسلامی از جمله سیاست های پوشش و حجاب هست. خب برای اینا ارزشمنده، اما قرار نیست که همه یکسان فکر بکنن. خب این کشته شده به احتمال قوی همکار حکومت. حالا من با فرض اینکه از نظر خود من شواهد و قرائن کافی وجود داره که توسط حکومت کشته شده، میخوام به این سوال جواب بدم که چرا حکومت ایشون رو انتخاب کرده برای کشتن. بعضی گفتن مثلا برای حکومت چه ضرری داشت. ببینید من این نکته رو قبلا توضیح دادم و بازم توضیح میدم. الان از نظر جمهوری اسلامی کافی نیست که شما اگر بخوان حذفتون کنن، لازم نیست که شما حتما مخالف جمهوری اسلامی باشید و مخالفت رو ابراز بکنید. نه خیر، جمهوری اسلامی توقع داره که شش دنگ سیاستش تایید کنید و اگر کسی این کار رو نکنه جمهوری اسلامی باش مقابله میکنه. داریوش مهرجویی میشه حداقل گفتش که در سالهای اخیر، حالا درسته یک دعوایی که با وزارت ارشاد داشت دعوای کاملا شخصی بود، ولی در بعضی از سیاست گذاری ها هم مخالفت داره عرض میکنم. خب میدونید برای جمهوری اسلامی علی کریمی، علی دایی، خانم الناز رکابی رفتارشون یک خط قرمز بود و آقای مهرجویی همزمان از ستای دفاع کرد و بعدم عرض میکنم اون کلیپ هایی که اومده بیرون در مورد اون فیلمی که در دست ساخت داشتن و نشون میده که ایشون کار حجاب رو که به عنوان یکی از سیاست های تحمیلی، نه به عنوان یکی از پایه های جمهوری اسلامی، من بارها گفتم من اصلا قبول ندارم کسانی که میگن حجاب پایه جمهوری اسلامی، من به هیچ وجه قبول ندارم، ولی به هر حال به عنوان یکی از سیاست های بسیار ابزاری جمهوری اسلامی تضعیفش کرد و خب به هر حال همراه نبوده. ولی از اون بارم شاید اگه توقع داشتیم مثلا مثل بسیار از افراد که در داخل کشور ایستادن مبارزه میکنن، حالا ممکنه جایگاه و شأن هنرمندیشون در حد آقای مهرجویی نباشه، ولی به هر حال اونها هم در همین عرصه بودن. آقای نوری‌زاده هم کارگردانی کرده، کار نویسندگی کرده، آدم بسیار خوش صحبتیه، کلام نافذی داره. خب اونا زندان رو به تن خریدن، یا حتی مثل جوان‌ترهایی که الان در زندان هستن، از گلرخ ایرایی گرفته تا کسانی که سالها زندان کشیدن الان ظاهرا آزادن ولی همچنان در کنار زندانی هستن، مثل آتنا دائمی، آرش صادقی، بسیار از افراد رو با از نهله‌های مختلف فکری، بهاره هدایت، همه مثل هم نیستن. آقای مهرجویی هم شاید اعتقاد به زندان رفتن نداشته یا حالا تحملش نداشته. ولی اینکه چرا جمهوری اسلامی انتخاب کرده، به نظر جمهوری اسلامی خیلی کارشناسانه انتخاب کرده. ببینید از لحظه اولی که خبر کشته شدن آقای مهرجویی اومد و میگم من در یک ویدیو کاملا توضیح دادم، هرچند میگذره اعتمادم به اینکه ایشون رو کشتن بیشتر میشه، از جمله اظهار نظری که اخیرا پلیس کرده و اعلام کرده که ایشون گفتن که خانم ایشون درگیر شده با اون افراد
و بعد ما آثار خون رو بیرون خونه پیدا کردیم. خب کسی که درگیر شده باشه حتما زیر ناخنش حتی یک تیکه کمی از پوست طرف، یک قطره از خون باشه، کمتر از قطره، از طریق دی ان ای قابل شناسی. این که طرف مثلا زخمی شده ولی هیچ آثار زیر ناخن نمونده، بعد برای اینکه مثلا بگن ما خیلی جدی داریم پیگیری می‌کنیم، گفتن سگ‌های ردیاب خون رو بیرون پیدا کردن، در محوطه بیرون پیدا کردن. خب این به وقتی کسی می‌خواد دروغ بگه، یعنی یکی از نشانه‌های دروغگو اینه که سعی می‌کنه جزئیات خیلی زیادی بگه برای اینکه باورپذیرش بکنه. خب میگم همه علائم از نظر من کشته شدنه و حالا جمهوری اسلامی کشته، اما خیالش راحته. از لحظه اولی که خبر کشته شدن آقای مهرجو اومد، حالا بدون توجه که کی کشته، ما دیدیم یه سری افراد گفتن حقش بود. چرا حقش بود؟ برای اینکه 57 بود. اتفاقا جمهوری اسلامی به نظر من به همین دلیل انتخاب کرده. من یه توضیح کوتاهی در مورد 57 بدم این دوستان عزیز. امروز کمتر کسی به نظر من وجود داره که تردید داشته باشه آنچه در سال 57 اتفاق افتاد هم به ایران صدمه زد و حتی کسی به اسلام اعتقاد داشته به اسلام هم صدمه زد. این فکر نمی‌کنم کسی تردید داشته باشه. یکی از کسانی که برای سرنگونی شاه خیلی مبارزه کرده بود مرحوم ابوالقاسم سرحدی زاده بود که 13 سال زمان شاه زندان بود و جز آخرین نفراتی هم بود که آزاد شد. یعنی زمانی آزاد شد که مردم رفتن در زندان‌ها رو باز کردن. خیلی از افراد از سال 54 55 کم کم از زندان اومدن بیرون و زمانی که در دیما و بهمن 57 ما شخصیت معروفی در زندان نداشتیم. آقای طالقانی، آقای منتظری 4 آبان آزاد شده بودن، سه سری از افراد قبلش، سه سری افراد بعدش و واقعا ما خیلی کم داشتیم. ابوالقاسم سرحدی زاده جزو کسانی بود که من خاطراتش رو می‌خوندم یا یک مصاحبه ازش شاید بیش از 30 سال پیش دیدم، گفتش که از زندان که اومدم بیرون همه شهر عوض شده بود، من جور بلد نبودم. حالا داستانش گفته. اون آدم برید ببینید اواخر سال گذشته فوت کرد. ایشون یک دو سال پیش، ایشون در جمهوری اسلامی رئیس سازمان زندان‌ها بوده، وزیر بوده، نماینده مجلس بوده و جز گروه‌هایی بوده که جز گروه‌های اسلامی مخالف حکومت شاه. ولی ببینید چی میگه. اینو از اینجا درس کردم که بگم که یا اونایی که ابراز پشیمانی نکردن از انقلاب، حداقل وقتی مقایسه میکنن میگن زمان شاه خیلی بهتر بود. ببینید حرفای خانم همسر خواهر مرحوم باکره رو بخونید، از فرماندهان سرشناس جبهه که قبل از انقلاب هم زندانی سیاسی بودن، خودش، برادرش و خانوادهش خانواده مخالف حکومت بودن. برید الان بخونید خاطرات، از خاطرات ما رو تقریبا 10 سال پیش آرای داره منتشر میشه که میگه من 30 سال از عمرم در زمان شاه بودم و 30 سال در جمهوری اسلامی. برید چه چیزایی میگه. یا افرادی مثل کروبی و دیگران برید قضاوتایی که در مورد رفتار ساواک میکنن با رفتار قوه قضاییه و اطلاعات جمهوری اسلامی. میخوام بگم الان حتی اونهایی که از اصل انقلاب ابراز پشیمونی نمیکنن، از نتایجش ابراز پشیمونی میکنن. خب پس در این مورد تردید وجود نداره. اما که ما بگیم که حالا هر کس در انقلاب 57 داره به جهنم که کشتنش بینید دوستان عزیز، اولا چرا فقط سراغ آدم معروف میرید؟ بسیاری از افراد دوستان عزیز، بسیاری از مردم همراهی کردن. من قبلا براتون گفتم پدر من از ارادتمندان شیشدنگ خمینی بود و شاید هنوزم باشه، نمیدونم. من در این مورد دیگه صحبت نمیکنم برای اینکه بنده خدا رو پیرمرد رو اذیت نکنم، ولی اون چه مسلمه به شدت به خمینی علاقمند بودم. گفتم من از زمانی که چشم باز کردم عکس خمینی رو تو خونم رو دیدم. ولی همین پدر من شبی که ملت میگفتن که خمینی در ماه تو محل اومد با اهالی مرد بحث کرد، آقا حرفا چه میزنید؟ بچهای من میگفتن حاج آقا تو هم ضد انقلاب شدی. یعنی ببین فضا اینطوری بود. حالا ببین میخوام خدمت شما بگم فقط بحث افراد مشهور نبوده. حالا تو این شرایط ما ببین کسانی که مثلا معروف‌تر هستن، خب مهرجویی هم که آدمت به اون معنا کس نبود که مردمو کشونده باشه تو خیابون علیه انقلاب، علیه شاه. البته شاید بعضی میگن فیلم گاوش کار سیاسی بوده و علیه حکومت و شاید تأثیر داشته. اونم روی سری افراد خاصی که مفهوم فلسفی فیلمو کاملا درک می‌کنن. خیلی از آدما فیلمو دیدن شاید اصلا پشت و هدف رو درک نکرده باشن. به هر حال من حالا عرض می‌کنم فرض کنید آقای مهرجویی از افراد مؤثر بود، خب بعدش هم صدر خودش نتایجش رو دید، محدودیت‌هایی که براش اعمال شد در سال‌های اخیر و نهایتاً هم مرگ فجیع. ولی اینکه ما بیایم بگیم هر کسی چون تو انقلاب بوده الان به جهنم که کشتنش، الان به جهنم که زندانه، بیش از اینکه به گذشته صدمه بزنه و به خاطیان 57 صدمه بزنه، به آینده صدمه بزنه. دوستان ببینید، اینکه ما کسانی که درست یا غلط تصمیم گرفتن تحولی در کشورشون درست کنن، بله میگم بدهکار همون، ما همون بدهکاریم به کسانی که صدمه خوردن، اما اینکه کسانی شجاعت به خرج دادن اومدن وضع موجود تغییر بدن، بترسونیمشون، در گذشته نمیمونه این مسئله، برای آینده. یعنی هر کسی الان میخواد تغییر ایجاد کنه میگه نباید فردا منم یقام بگیرم بگم تو چه کاری کردی.
نباد راه اشتباه دارم میرم. ببینید دوستان عزیز، جمهوری اسلامی با اینو اولا در خودمون این روش بررسی کنیم، واقعا روش فکر کنیم که آیا این درسته که ما بگیم که حالا هر کس تو انقلاب بود به جهنم هر بلای سرش اومد؟ آیا این فقط گذشته رو مثلا ما تصویر حساب باش میکنیم یا آینده رو هم به خطر میندازه؟ اینو دقت کنیم که خیلی مهمه. بله به قول دوستمون باعث نشیم که مردم منفعل بشن، یعنی بترسن از هر نوع تحولی. خود جمهوری اسلامی به اندازه کافی داره وحشت آفرینی نسبت به آینده میکنه. ما از با تقبیح گذشته آینده رو به خطر نندازیم. اگر کسانی تصمیم گرفتن که تغییر ایجاد بکنن، ما بگیم آقا اگر بعدن فهمیدیم اشتباه کردی پوستتو میکنیم. یعنی بهتره ما تو خونه‌مون بشینیم، حد اکثر پای لپتاپ و فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و توییتر و یوتیوب مبارزه کنیم، ولی خیلی هم جدی نریم تو میدان جنگ، چون ممکنه در آینده یقمون رو بگیرن. خب جمهوری اسلامی دقیقاً با اشراف بر این موضوع داره کاری میکنه که گزینش میکنه، هم به هدفش میرسه که هدفش ارعاب سایر هنرمندان رو به ترسون بگه آقا کوچکتری مخالفت بکنید یا مثل پور احمد خودکشیتون میکنیم، آویزون میکنیم میگه خودکشی کرد، یا مثل داریوش مهرجویی و همسرش به فجیع ترین وضعی میکشیمتون. یعنی برداشت وحشت آفرینیش حکومت میکنه، ضمن اینکه همراهی افکار عمومی هم با فرد کشته شده وجود نداره. یعنی جمهوری اسلامی بهره برداریشو میکنه بدون اینکه هزینه‌شو بده. این کاری که دوستان دارن میکنن که آقا داریوش مهرجویی 57 بود عزیزان من، این بسیار خطرناکه. یا یه میگن که داریوش مهرجویی سال گذشته با انقلاب 1401 همراهی نکرد. خب بله، من اول عرض کردم که حالا اون نامه‌ای که ایشون خطاب به علی کریمی و علی دایی و الناظر کاملیش بالاخره نشون میده که در حد خودش تا اون قدری که میتونسته همراهی کرده، اظهار نظرش در مورد حجاب هست، ولی اتفاقا اینم یه پیام داره برای افراد که اگر کسانی میخوان ببینن که آیا مدارا با جمهوری اسلامی امنیت براشون ایجاد میکنه، اینو ببینن. خب برای فیلمی منتشر شد که خیلی حساسیت منفی ایجاد کرد و خیلی سر صدا کرد که تو فرانسه یک دو سه نفر دنبال آقای مهرجویی راه افتادن که ایشون مثلا همراهی کنه، شعار زن زندگی آزادی بهشون نمیگه. خب اگر قرار بود که مثلا مدارا با حکومت برای کسی امنیت درست کنه، همین بس بود برای جمهور، برای آقای مهرجویی که حکومت نکشتش. ولی دیدید که حتی اون همراهی در زمانی که هر همراهی خیلی اثر داشت، حالا به موقع حداقل این بود که ایشون همراهیش به موقع و کامل نبود، ولی دیدیم که امنیت براش ایجاد نکرد. این میتونه درس برای همه ماها باشه که فکر نکنیم که جمهوری اسلامی با مثلا یک مدارا با ما راه میاد. این که تحت فشار بوده در زمان، اگه منظورتون آقای مهرجویی مثلا رد نمیکنم، مثلا نمیگم، من دارم من عرض میکنم ایشون در حد خودش یه پیرمرد 81 2 ساله 83 4 ساله که نباید توقع داشته باشیم که حالا خیلی آوانگارد و خیلی رادیکال مثل دیگران بیاد. ضمن اینکه حالا یا یکم ممکنه که خب پیرمرد 84 ساله عمرش کرده نباید بترسه، هر کی ممکنه قضاوت بکنه. ولی ببین دوستان عزیز، من حرفم سر اینه که اولا اگه از این زاویه نگاه کنیم که آقای مهرجویی علارغم درخواستی که در پاریس ازش شد حاضر نشد همراهی کنه، این باید افرادی که فکر میکنن اگر در مقابل حکومت سکوت کنن امنیت دارن، نه این اتفاق نمیفته. ممکنه یک روز اتفاقا میشن سوژه حکومت، برای اینکه حکومت میدونه میکشتشون، اون بهره برداری وحشت آفرینش رو انجام میده، اما همراهی و همدلی مردمی رو جلب نمیکنه. این خیلی خطرناکه دوستان. ازتون خواهش میکنم، ازتون واقعا خواهش میکنم که یه مقداری بیام این رویه رو تغییر بدیم که آقا چون فلان کس با انقلاب 57 بوده. یعنی ببینید خیلی از افراد میان میگن که میخوان خانم نرگس محمدی رو محکوم کنن، میگن شوهرش از 57 یا بوده. خب آیا اگر ما یه همچین فیلتری بذاریم، جمهوری اسلامی از خدا میخواد که هر کس میخواد بدیم، بعد ما فیلتر بذاریم که نه من بعد سوابقت رو بررسی کنم، حتما بایستی از اول با انقلاب سال 57 یا هر چیز میشه مخالف بودی، الان هم جز جاوید چای شعاری نمیدی، یا برعکسش الان جز جمهوری هیچی نمیخوای. این رویه که ایده درست کردن عروسی برای جمهوری اسلامی دوستان. جمهوری اسلامی از خدا میخواد ما به جای اینکه انرژیمون صرف زمین زدن جمهوری اسلامی بشه، دنبال این باشیم که همدیگر بزنیم. و این که میگم ببینید، این به نظر من یک درسه برای ما. انتخاب آقای داریوش مهرجویی برای این قتل فجیع نشون میده جمهوری اسلامی حساسیت های خیلی عذر میخوام همراه با نادانی ماها رو فهمیده که بله میگه آقا به جهنم که کشتنش،
حالا یه عده میگن به خاطری که 57 بوده، یه عده به خاطری که مثلا اون طوری که توقع داشتن بعضیا با انقلاب سال 1401 همراهی نکرده. حالا اگر کسی 10% با ما همراهی کرد و نشانه آشکاری از مزدوریش برای حکومت یا همراهی واقعیش با حکومت پیدا نکردیم، 10% رو منتفی کنیم، نه نمیخوایم، ما فقط 6 دنگ میخوایم، این شدنی اصلا به نظر شما؟ من تصور نمیکنم. ببین دوستان عزیز، اجازه ندیم که حکومت با سوار شدن بر موج احساسات و بعضا عذر میخوام نادانی های ما کار خودش انجام بده. من تردید ندارم در بسیاری از افراد، بالاخره همه آدم ها که یکسان نیستن، در بسیاری از افراد این نوع قتل فجیع حداقلش نکرد، ممکنه کسی نسبت به نسبت به زندان اینا تحمل داشته باشه یا حتی نسبت به کشته شدن خودش تحمل داشته باشه، اما وقتی بحث این پیش پیدا میشه که طرف احساس کنه زنش رو، عزیزش رو، دخترش رو، نوش رو، پسرش رو میکشن، ممکن در روابط در رفتارش تجدید نظر بکنه. و جمهوری اسلامی به خاطر دقیقاً به خاطر همین، یعنی ببینید اون قتل زنجیره‌ای، خدا رحمت کنه مرحوم داریوش فروهر، نه فعالیت خاصی داشت، نه خطری برای حکومت داشت، یک حزبی داشت که فکر کنم حزبش 10 نفرم عضو نداشت، چند سالی دو تا هم بیانیه میداد، نه مبارزه علنی با حکومت میکرد، البته اظهار نظرش بسیار زهردار بود. من یادم خودم سال 76، من بعضی وقتا خودم رو ملامت میکنم، سال 76 بهمن 76 در منزل کروبی من یک بحث خیلی تندی با محسن رضایی داشتم، از اقتدار آقاشون گفت. من تو آن همون روز یک بیانی از فروهر دیده بودم که خطابشون بود، خطاب به علی خامنه‌ای رهبر غیرقانونی جمهوری اسلامی، هم چیز عمرش بود. به محسن رضایی گفتم آقای کسی مثل فروهر هم کسی نمیشناستش، اینطوری با رهبر شما صحبت کردن از اقتدارش میگید؟ این خداشله این سال ما 26 سال میشه، بهمن 50 سال، بهمن 76 محسن رضایی تازه از فرماندهی کل سپاه استفاده داده بودم، گفتش که من رفتم به آقا گفتم میخوام کار فرهنگی بکنم. حالا بحثی باشه، یعنی میخوام بگم فروهر اون موقع بسیار از افراد اصلا نمیشناختنش، ولی حکومت با کشتن فروهر پیام فرستاد برای دیگران که من جدی هستم، اگر کسی بخواد بحث براندازی مطرح کنه به فجیع ترین و به کثیف ترین وضعیت. خب میدونید مثلا فروهر رو چجوری کشتن، اتفاقا داریوش فروهر رو هم با 26 ضربه چاقو کشتن و همسرش رو هم با همین تعداد و خیلی وضع واقعا فجیع کشتن، رسما هم مشخص شد کار وزارت اطلاعات بوده. خب وحشت آفرینیش رو حکومت کرد، اون حالا چند تا کار همزمان بود، میخواستن اتوبوس نویسندگان رو به دره بنزن در مسیر سفر ارمنستان، افراد مثل فرج سرکوری زندانی کردن با شکنجه های ناجور، یه تعدادی از نویسندگان رو مثل پوینده و مختاری و حاجی زاده پدر کارون رو کشتن به وضع خیلی فجیع. و حالا هنوز تعداد دقیق مقتولان یا قربانیان قتل زنجیری واقعا اینجا ثبت و ضبط نشده، بعضی از افراد رو یه عده معتقدن جزء در اون سری بوده، یه سری افراد قبول ندارن، ولی به هر حال حکومت از باب وحشت آفرینی این کارو کرد، به خصوص اینکه دولت خاتمی هم سر کار اومده بود و می‌خواستن یه مقداری، حالا یه سری افراد جرأت بیشتر پیدا کردن، اظهار نظر می‌کردن، در روزنامه‌ها منعکس می‌شد، حکومت می‌خواست وحشت آفرینی کنه که فکر نکنید اگر یه بیانیه دادید ما از خیرتون می‌گذریم، از گناهتون می‌گذریم. ببینید دوستان حکومت کارش به جای رسیده که اون کسی هم که نمیتونه بکشه تلاش میکنه با اخلال در زندگیش مجبورش کنه سکوت کنه. آقای حسین علایی از فرماندهان اولیه سپاه، اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه، در 14-15 سال اخیر، حالا ایشون هم در دانشگاه تدریس میکنه، من نمیدونم واقعا صلاحیت علمی چقدر، ولی بالاخره حتما از الله کرم و سید حدادیان بیشتر، حداقل تجربیات نظامی خیلی خوبی داره آقای علایی. ایشون اولین اظهار نظری که حکومت رو دلخور کرد در سال 90 بود که یک مقاله در سالگرد، فکر کنم 90 بود، در سالگرد تظاهرات 19 دی قم، که میدونید 19 دی سال 56 اولین تظاهرات سری آخر در ایران را افتاد که بعدش 29 بهمن در تبریز، بعد در جهرم، همینطوری چله چله رفت تا رسید به 17 شهریور و بعدم ادامه پیدا کرد. در سالگرد 19 دی آقای علایی یک مقاله نوشت که به نوعی شرایط فعلی رو تداعی میکرد، اینکه مثلا حکومت شاه مخالفینشون زندانی میکرد، محصور میکرد، توجه به حرف مردم نمیکرد، انتخاباتش آزاد نبود. از اونجا اختلافش با حکومت شروع شد و بعدم اظهار نظری که در مورد خیلی صریح در مورد جنگ بیهوده جمهوری اسلامی با آمریکا، جنگ های رسانه‌ای یا جنگ های سیاسی صحبت میکنه بدون واهمه.
خب اون موقع رفتن رفتن در خونش، در خونش رو سعی کردن آتیش بزنن، با رنگ فوش نمیشن در خونش. کم کم حالا اخیرا در این موج جدید تصفیه از دانشگاه خارج کردن و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش بود، ایشون رو برداشتن یه مداح جاش گذاشتن. حالا طرفدارای مداح اومدن گفتن که ایشون دکترا داره، ولی ببینید کسی که دکترا دانشگاه شریف داره مثلا، بعدش رفته یه مثلا فوق لیسانس دریوری از یکی از مؤسسات قرآنی هم گرفته یا از جای دیگه هم گرفته، یعنی میخوان مدارکش رو زیاد کنن، از نه مؤسسه قرآنی، مؤسسه از این چیزای دریوری که مثلا لیسانس های بی ربط مدیریتی میده بدون اینکه حاصل داشته باشه. حالا علایی رو برداشت اینو گذاشتن جاش، بعدم میگن ایشون دکتر با تحصیلات خیلی بالا، یعنی دانشگاه شریف هم بگن کشیدن. میخوام بگم اینا حتی ببینید تا هر روشی که دارن سعی میکنن که مخالفین رو از هستی ساقط کنن، اگر تونستن بکشن زندانی بکنن، نتونستن زندگی عادی طرف مختل کنن. بالاخره فردی که تا اونجایی که من میدونم آقای علایی از سلامت مالی هم برخورداره، زندگیش به همین بستگی داره، از دانشگاه اخراجش میکنن، از هیئت مدیره شرکت برش میدارن که طرف رو از این طریق وادار به سکوت کنن، که مطمئنم کسی مثل علایی سکوت نمیکنه. خب حالا این همچین وضعیتی که حکومت داره درست میکنه، تو این شرایط ما بیایم بگیم حالا آقا اون طرف اخراج کردن، به جهنم از خودشون بود، اینو زندانی کردن، به درک از خودشون بود. نرگس محمدی تو زندان، بابا این که شوهرش 57ه، داروش مهجوی کشن میخواست 57ه نباشه. خب اصلا خواهش میکنم دوستان عزیز، ببینید این یک نوع تست هم توسط جمهوری اسلامی است. من قبلا گفتم جمهوری اسلامی تست های مختلفی میکنه، از جمله تست حماقت ها که قبلا توضیح دادم، اینم یه تست حساسیت سنجی مردم. ببین اگر کسی رو کشت، آیا مردم به اندازه‌ای که واقعا نیاز هست حساسیت به خرج میدن یا نه؟ این خیلی مهمه. به نظر من دوستان عزیز، در این مورد ما یه مقداری مردود شدیم. یعنی من معتقدم که ضمن اینکه حالا شاهد احساسات خوب افراد بودیم، احساسات عاطفی حداقل، حتی اگر هم دردی سیاسی نبود که لازم هم نیست باشه، اما اظهار تأسف شد، اما نه در اون حدی که لازم بود به نظر من. و این معتقدم که جمهوری اسلامی با این کارها اعتماد به نفس از دست رفتش تقویت میشه. اینو دقت کنید. برگشتیم با بخش دوم و اوف، مثل همیشه رجز خونی فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران برای اسرائیل، که ببینیم حالا این دفعه کی قرار نتانیاهو براشون بشه داداشی. قبل دفعه پیش محمد بن سلمان دشمنشون بود و که والله نماند اثر از آل سعودی که شد رفیقشون، و حالا میخواییم ببینیم در مورد بنی جون میخوان چی بگن. با ادامه عملیات کشور اسرائیل علیه تروریست های حماس، مقامات ارشد نظامی در ایران در اظهاراتی جداگانه برای اسرائیل و آمریکا خط و نشون کشیدن و به بیان انگیزه های خودشون برای دخالت احتمالی در این جنگ پرداختن. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگوی تلفنی با سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه و خالد بن محمد العطیه وزیر دفاع قطر خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف حملات اسرائیل شده. وی از سازمان ملل خواسته که با برگزاری نشست فوق‌العاده از جنایات اسرائیل جلوگیری کنه و تهدید کرده که ادامه حملات به غزه و کمک‌های مستقیم برخی از کشورها باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شده و میتونه موجب ورود سایر بازیگران به این عرصه بشه. پاسدار باقری تایید کرده که هیچ گونه سکوتی برای مسلمونا قابل توجیه نیست. عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی در یک به اصطلاح دل نوشته که روابط عمومی ارتش منتشر کرده، خطاب به فلسطینی ها نوشته دیری نخواهد پایید که ستاره های صهیون را زیر پا می شکنید و از مدائن شکسته و ترک خورده ارتش منحوس رژیم اشغالگر ایوان عبرت می سازید. دیری نخواهد پایید که شانه به شانه مسلمانان جهان در قدس شریف نمازمان را به جماعت اقامه خواهیم کرد و خاک خرابه های شهرک های صهیونیستی زیر پای حق طلبان و آزادگان خواهد بود. عبدالرحیم موسوی فروردین 1397 در یک مصاحبه گفته بود بزرگترین آرمان و آرزویم محو و نابودی رژیم صهیونیستی است.
شماری از مقامات نظامی در ایران در اظهارات خود به تبعیت از مواضع علی خامنه ای آمریکا را مسئول ادامه عملیات علیه حماس خواندند. در همین مورد پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت آمریکا با آوردن ناوهای جنگی خود عملاً اداره امور جنگی را به دست گرفت و شریک اسرائیله. وی میگه رزمندگان مقاومت همونطور که اعلام کردن با قدرت ادامه میدن. همونطور که رهبر انقلاب اشاره کردن نتیجه عملی این جنایت اون شد که جریانهای اسلامی و غیر اسلامی به مقابله با رژیم بلند شدن و این نوید نابودی رژیم صهیونیستی رو میده. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 25 مهر ماه در یک سخنرانی ادعا کرد که آمریکایی‌ها سیاست جاری این روزها یعنی همین هفته اخیر داخل اسرائیل رو تنظیم می‌کنن و این کارهایی که داره انجام میشه سیاست آمریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن چون اونا مسئولن. پس از خامنه ای مقامات حکومتی تهدیدات و رجزخونی‌های خودشون رو علاوه بر اسرائیل شامل آمریکا هم کردن. علی فدوی معاون فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در یک سخنرانی تلویحاً آرزوی جنگ کرد و گفته که امیدواریم فرصتی فراهم بشه که توانمندی‌های جمهوری اسلامی به کار بیاد تا وعده الهی مبنی بر اینکه جبهه باطل محو شدنی هست محقق بشه. بنابراین صهیونیست‌ها محو شدنی هستند. اما در پایان آنچه مقامات و طرفداران جمهوری اسلامی در مورد حمایت از گروه‌های جهاد فلسطینی و حزب الله و جریان مقاومت می‌گویند با آنچه مردم در بطن جامعه می‌خواهند تفاوت زمین تا آسمان دارد. حدود 10 روز از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل گذشته و با وجود تمام محدودیت‌ها مردم به ویژه جوانان از هر فرصتی استفاده کردند تا اعلام کنند نظرشان با آنچه حکومت میگوید متفاوت است. در استادیوم ها جوانان پرچم فلسطین را حواله بسیجی ها کردند. در مدارس دانش آموزان زیر بار تکرار شعار مرگ بر اسرائیل نرفتند و حتی در مراسم تدفین داریوش مهرجویی و همسرش که به طور مشکوکی به قتل رسیدند، مرضیه برومند را به دلیل تکرار سیاست های جمهوری اسلامی و حمایت از فلسطین هو کردند. خب عزیزان جان، به پایان این برنامه رسیدیم. سپاس که همراه ما بودین. لطفاً با به اشتراک گذاری این ویدیو در انتشار آگاهی و نشر حقیقت شما هم سهیم باشین. در انتظار نظرات شما هستیم. بدرود.